نه بیا زحمت بکش اینو عوامل ما تر باقا بهشتن اگر دیگه تموم شده از این بدون زحمت بکشه آقای قاسمی و بفاری ازام برم بیان آرامگاه بودی افاری خدا هم نفاری بابا من خواستم برم ازش تشکر کنم دیدم اصلا فرصت نیست درسته. اینقدر فرصت نداره که من برم ازش تشکر کنم ما که ندیدیم یک آدم زحمت کش مثل تو خیلی آغاز به مولا تو دنیا اگر یه دونه آدم زحمت کش پیدا کنی تو همدان میدم یا آقا من اهل اینجا نیستم از این محله اومدم رد بشم دیدم که این افسره انقدر خوشرو و خوش برخورد هستش که حدودا الان یه نیم ساعتی محو کار ایشون شدم به خاطر خوش برخوردیش و کارش و اینا من فکر میکنم که مردمم خیلی بهتر رعایت کنن برخورد خوب ایشون همیشه زبان زده و من اگر اشتباه نکنم ایشون در سال گذشته به عنوان شهروند نمونه انتخاب شد اخلاق خوب، رفتار خوب، منضبط بودن خودشه خودشه که این پرونده رو بره خودش باز کرده 32 ساله که مغازه داریم حالا ما زیاد تعریف کردن نگن پسرمون ماست ما عرض تعباسی نمیشناسیمش نمیدانیم بچه کجاست، اسمش چیه دوست داشتن آقای هیکلی هم به این خاطره که برخوردش با مردم با لبخنده حسن خلقش و گشاده روی ایشون هست که جاذبه و جالب همسایه ها به خصوص مسافرین که وارد همدان میشن توریست ها اولین چیزی که با خودشون هدیه میبرن نحوه رفتارشون رو میبرن شهرهای دیگه تعریف میکنن راجب جناب سروان آقای هیکلی که کارا شریعتی انجام وظیفه میکنم بسیار مأمور خوبیه واقعا الگو پلیسه سلام بابا سلام های کلام منم گیر کرد خب بابا چیکار میکنی؟ بازی میکنی؟ از کجا بازی میکنی؟ از اینجا باز میشه اینم باتریش آره از این باتری ها میخوره اینم برات الان نداره براش میگیری حساسم آره مهدی بیا مهدی بیا بابا آفرین دختر خوب بیا باتریش همی خرابه باتریش برش میندازی خراب شده اصلا مثل این که آفرین دختر خوب چیکار میکنی؟ بازی میکنی آفرین سر خوب بیا بابا بیا مهدیه این باتریش چی نیست آها آفرین بابا این کاری نداری خدا حافظ خدا حافظ عزیزم من میرم سر کار بلاشو بوس بده من میرم خب کاری نداری بابا برگردم بعد به امید خدا میری کاری امین نداری عزیزم مواظب خودتون باشی مامان اذیت نکن نمی خورم سوار نمی خورم یه چای فقط گلم چی خوشم گلم سوار نمی خورم همون یه چای کافیه من عجله دارم میرم خب همینجا کنم همین چای های چای نه عجله است خدا حافظ شما مواظب خودتون باش کاری چیزی ندید خدا حافظ شما سلام تشکر
خسته نباشی. خوش اومدی، به سلام باشی، مواظب خودت باش. سوتوانو محمد رضایی کلی جمعی راهنمارندگی انتظامی استان همدان هستم که بیشتر اوقات در حدود روزانه 8 ساعت در چهارراه خواجه رشید که معروف چهارراه باسواد هم باز هست در خدمت شهروندان عزیز جهت روانسازی ترافیک حضور داریم. برادر عزیز من پشت خط ایست خواهشان وایستا که هم به اصطلاح الان تخلف مرتکب شدید و هم برای خود هم برای آبرینم مشکل سازه. حالا مهمانید، ما به اصطلاح گذاشت دیم، ولی خواهشان دقت کن. و 7-8 سال از عمر اینجا به اصطلاح سپری شده. زادگام از بخش بیجار به اسم خسروآباد بوده که تحصیلات راهنمایی ابتداییم در اونجا بوده که بعد خدمت سربازی رو انجام دادم، بعد به استخدام سازمان در سال 73 در آمدم و بعد از گذراندن دوره‌های مقدماتی و تخصصی که راهنمای رانندگی بوده به اصطلاح شروع به فعالیت کردیم. حدود 19 سال من در راهنما رانندگی مشغول انجام وظیفه هستم. من هستم خدمتت. خدا نگهدار. خواهش میکنم. فرمان. عرض ادب. وقت بخیر. سلام از ما. سلام علیکم. تمام شهروندان ما، تمام مسافرینی که از اون تقاطع عبور میکنن به نوعی شیفته و مجذوب اون حرکات های هیکلی میشن. گاهن ما دیدیم مسافرینی که از استانهای دیگه اومدن به شهر ما مسافرت کردن وای میسن کنار چارا و شاید نیم ساعت یک ساعت فقط حرکات های هیکلی رو نگاه میکنن. خیلی خوش اخلاقه، خیلی خوش برخورده، خیلی خوش رفتاره، با مردم احترام میذاره. خب حالا همون اخلاق خوب و پسندیدهش باعث شده که به هر حال رانندگانی که از اون تقاطع عبور میکنن کمتر به خودشون به خاطر اخلاق نیکوی ایشون اجازه تخلف بدن و به نوعی میخوان رفتار کنن که شرمنده رفتار و اخلاق خوب ایشون نشن. یعنی یه کاری میکنن که راننده خودش خجالت بکشه مقررات رعایت کنه. همین رفتارشون باعث میشه که راننده هم رعایت بکنن 100%. 100% خیلی تاثیر داره. این اگه خود شما خودتون دقت کنید میبینید که با حرکت دستاش برای حتی مسافرها خوش آمدگویی هم میکنه و حتی به غیر نظامی ها با احترام نظامی بهشون سلام میده. خودش خیلی تاثیر داره. به کوچیک و بزرگ احترام میذاره. خب خیلی مهمه، هم اخلاق ایشون هم طرز برخورد ظاهریشون خیلی اثر میذاره رو رفتار راننده به نظر. بله همیشه خوشحال و خندونه. خیلی تاثیر داره. من که خودم واقعا به شخصه مثلا هر موقع از این چهار رد میشم ایشونو میبینم جناب سروانو اصلا رویه میگیرم و سعی میکنم همیشه قانون رو رعایت کنم، ولی اگه اینجور خوش برخورد نباشه افسر اصلا آدم خودش هم یه جورایی خوشش نمیاد قانونم رعایت کنه. ولی با رفتار ایشون واقعا من هر سری اینجا رد میشم خیلی خوشم میاد همیشه قانون رو رعایت کنم. او شما خط آبر و معبر رو میبندید، آبر به جایی که بیاد روی خط میفته داخل خیابان، ماشینی هم خدای ناکرده باش برخورد کنه، یه دفعه چراغ زرد شد دیگه دندقت گرفتن پشت سرم ماشین دید. مدرک ماشین چی همراهت است؟ ما رویتش کنیم اینیم دوست عزیز من. خواهشی که دارم دقت کن، چون آدم خودش واقعا عذاب وجدان میکشه. آبری که بخواد ما باعث بشیم باش براش حادثه ای پیش بیاد هم بله.
من هم از بچگیم واقعا اگر سوالی ازم میشد من میگفتم میخوام نظامی بشم. من از همون اول ابتدای زندگیم به این کار علاقمند بودم و خداوندم این مراد ما رو حاصل کرد و این چیو به ما داد که تونستیم در این لباس بتونیم خدمت رسانی بکنیم و انجام وظیفه بکنیم. وقتت بخیر. گواهی نامه تو ببینم عزیزم. چش بفرما. دوست عزیز من. دنده اخر شما نخواستید ولی خب دارید قانون رو به اصطلاح قانون شکنی میکنید. یا بخوای از پارک در بیای به اصطلاح بتونید در همون حد، نه اینکه شما در بلوار یا هر جایی که به اصطلاح ببینید. خب الان چه فرقی میکنه؟ شما سر تکون راحت، هم دیدت بیشتره، هم راحت تر میتونید بیاید. شما حالا من نمیدونم واقعا اصل مدارکت هم نمیدونم. از اینم خودش یه نوع تخلفه. همین الان تشریف میبرید خانه اصل مدارکات من قانونا باید برابر مقررات باید برخورد میکنم، ولی خب اینه که قابل قبول نیست. من برات منگنه میکنم جفتشو چون استفاده اینه و بسید اینم بکنه. خواهشی که ازت دارم دیگه تکرار نمیشه، تکرار و تخلف نشه. خب ببینم دیگه بخشودگی در کار نیست. آقای برادر عزیز معبر رو بستید. آقای محترم حرکت بده برو. دوست عزیز بردارید، خواهشان بردارید. بفرما به صورت چرخشی بود سوار کن، نبودم خدا نگهدار برو کارو بنده خدای دیو اواسط احتمالا مسافر باشه. برای ظهر یا موقع استراحتمون که بعد از ظهر ما به همراه خانواده، خب برای که خانواده نیازه ما با خانواده هم باشیم. حالا به اصطلاح خریدای لازمه که برای خانه بشه ما در ساعت راحتیمون انجام میدیم به همراه خانواده. اول از همه چی از شوهرم تشکر میکنم به خاطر همه زحمتی که به خاطر ما میکشه. یعنی از صبح تا شب یا شب تا صبح توی خیابون یا حالا هر جای دیگه وقتی مشغول کار کردنه در واقع برای ما زحمت میکشه. من به نوبه خودم از طرف خودم به نوبه بچه‌هام ازشون تشکر میکنم. از خداوندم خیلی ممنونم و سپاسگزارم که همچی همسر خوبی و صادقی نصیب من کردن و امیدوارم که سعیشون صد سال به سر ما باشه. بی مرده با مستنه به چشم مهدی چیزی نمیخوای؟ میخوام. چی میخوای؟ کفش. کفش میخوای؟ شش سلام ببخشید قصد نباشید وقتی میخیم حال دون خوبه این کمش مناسبی برید آفرشید ببخشید قربان شد دست شما در نکنم خوشه که خب تشکر میکنم زنده باشید قربان شما ممنون شما ببخش بگیم بابا برم به چی بگم بخش میدم برم به چی بگم بخش میدم ارزانی شده برم به چی بگم بخش میدم آقاله دارو پونسه آقاله دارو پونسه آقاله دارو پونسه
مهدی پله مهدی بپرمایم مهدی بپرمایم آقور بونش آقور بده 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 دست 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 بلندت کنیم بس دست منو مامان بلندت کنیم منو مامان بلندش کنیم بزور گره 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 مامان بلندش کنیم مامان بلندش کنیم مامان بلندش کنیم از اون پله دیگه مامان بلندش کنیم باشه مهدی اونجا چی میده مهدی کجا میده اونو ماشین مهدی جون مهدی خانم آره واقعا من حتی دو تا بچه حالا خب که شاید عقلشان به اصطلاح کامل فعلا به او چی نرسه به او حد نرسه ولی خب واقعا مثل یه آدم بزرگ با من همراهن و با من کنار میان شاید با مشکلاتم با کم و کاستیام در زندگی من شاید زیاد کم و کاستی شاید زیاد مثلا در هر از هر لحاظ حساب کنی ولی خب الحمدلله من خدا رو شاکرم که خانواده واقعا سالم دارم با هر نوع مشکلات من ساختن حتی با دیر اومدنم زود رفتنم فرمانده رو بگیر با گواهان مقدر رسید بهش اومده و هر شنبه بیام خانم محترم ببخشید خواهرم نرو یکم عقب باش بند خدا ماشین باید برخورد ایشون نحوه برخوردی که با مردم داره پلیس جامعه محور و پلیسی که تو برخورد با مردم نهایت رأفت و اخلاق اسلامی به کار میبره توام با اقتدار پلیس حالا اگر گاهی وقتا با تذکر لسانی بهتر از هر کار دیگری ایشون برخورد میکنه و تمامی حالا اگر اشتباه نکنم قریب به اتفاق رانندگان عزیزم وقتی به ایشون میرسن نهایت دقت در انجام مقررات دارن الان مثلا یه نمونه شو من دیدم که یه وانتی دو نفر رو سوار کرد و پشت وانت بعد دیدم رفت پیادش کرد و حتی باشون هم دست داد و هدایتشون کرد به داخل وانت جلو بغل راننده بره بشین میگم اینقدر خوش روه که من محو کار ایشون شدم وقتتون بخیر خسته نباشید حال شما حال دو خوبه مدارکاتونو بیارید بینم جان من آخه سوار بر پشت وانه تخلف شما شاید به نظر شما چیزی ولی واقعا حادثه ما زیادی داری خصوص داشتیم و خطرات زیادی هم داره این رعایت مقرراتو بکن که واقعا خطر سازه خواهش میکنم چون میگید من مثلا مسیرم کوتاهه همه تو همین کوچه نگو خواهش گذارم دارم بشین و آقایانم با تاکسی به اصطلاح دنبال خودت پیاده کن برو خدا نگه دارم موفق باشید خواهشان سوار نشید زن موفق باشید ببخشید سلام سلام عزیزم سلام علیکم وقتت بخیر عزیزم قربان جان علی ممنون ده تشکر عزیزم مدتی که اینجا ایشان آمده اینجا سر چهارراه تا امروز ندیدم بات
بد اخلاقی با کسی صحبت کنه. تا امروز من ندیدم با بلگ جریمه با مردم صحبت کنه، همه رو با لبخند. این مدتی که من 30 سال اینجا هم خیلی پلیس آمده اینجا، ولی همچین پلیسی به این خصوصیات ندیدم. بلا بقیه پلیس هم خیلی خوبن، خیلی منظم مرتب، ولی خب هر کسی پرونده‌ای داره برای خودش باز میکنه در این اجتماع. ایشان واقعا پرونده نمونه‌ای باز کرده برای خودش، جایگاهی برای خودش درست کرده. به نظر من وقتی که وظایف به صورت اکراه و فشار نباشه، با حسن اخلاق و راهنمایی و تشویق باشه، رانندگان هم تمایل بیشتری به اجرای وظایف دارن تا اینکه جبر و اکراه باشه تو کارش. بچه همدانم اصلم، 50 سال خوجستانم، اینجا هم محلمه. سال یه ما که اینجا میام 20 دفعه شو به پست یاغا میخورم. خدا وکیل افسوس میخورم که یه روزی عضو به یکی این راهنمایی باشم، یه کاری برای بکنم که زحماتش هدر نره، که بقیه هم تشویق بشن، بقیه افسرهای ما، بقیه پاسبانهای ما، بقیه صاحب منصبای این شغل تشویق بشن، برای که واقعا خیلی زحمت داره توی گرما این همه ماشین جای 4-5 نفر کار می‌کنه. بنده به شخص واقعا خودم شادی مردم و شادی خودمون میدونیم. ما پرسنل راهنمایی رو هم و اصلا همه ما مردم عزیز، واقعا اگه خدایی ناکرده برای یه فردی دوچار حادثه‌ای بشه، ما هممون واقعا ناراحت و نگرانیم واقعا از اینکه برای شخصی، برای راننده‌ای، برای آبری ما ببینیم واقعا حادثه‌ای پیش بیاد. اخلاق ایشون، رفتار ایشون، اون ادب ایشون و احترامی که به مردم میذاره، اون چهره شاد و خندان ایشون باعث شده که برها رانندگانی که از اون تقاطع عبور میکنن کمتر به خودشون جرأت تخلف بدن و جوری رفتار میکنن که برحال به نوعی شرمندی ایشون نشن و شرمندی اخلاق خوب این آیه هیکلی نباشن. آیه هیکلی بارها از طریق حالا مسافرینی که به شهر ما سفر کردن، از طریق مردم شهر خودمون مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته. دائما دست ایشون ما میبینیم که در تقاطع گل هست و مردمی که از اون تقاطع عبور میکنن به هر حال نوعی میخوان زحمات و رفتار خوب ایشون رو تلافی کنن، دائما به ایشون گل میدن در سر تقاطع. به قد لازمه رو کن آقا. دوست عزیزم سلام مومه. سلام علیکم. عرض ادب قربان، تشکر میکنم، زحمت کشیدید. من واقعا خوشحال میشم که شما رو همیشه با رویه تشکر و لطف و بزرگواریتون فعالیت میکنید. شما لطفتون برای ما دنیای ارزش داره. خودتون گلی، چرا زحمت کشیدید؟ تشکر و لطف شما بزرگوار. ممنون شما، محبت کردید. ممنون شما، بزرگواری کردید. سلام، سلام علیکم. خدمت در این لباس، خدمت رساندن به هم نوع خود واقعا لذت و شیرینی خاص خودشو داره. 70-80% این انرژی من از خود مردمه واقعا که به من لطف دارن. همی که به اصطلاح انرژی مثبت رو به ما میدن، ما میتونیم واقعا همکاری که با ما دارن، ما میتونیم خدمت بهتر، خدمت رسانی بهتر و به کارمون امیدوارتر بشیم. من در شاید طول روز مردم شاید با همون دادن یه شاخه گل یا به اصطلاح تشکر کردن لفظی یا مراجعه کردن و خسته نباشیدی واقعا ما رو مورد لطف خودش شاید بگم
اکثر مردم یا رانندگانی که محال حالا از چهارراه ما رو مورد لطف خودش قرار نده و اونجا بی تفاوت به ما رد شه. اصلا آرامش پیدا میکنه وقتی به چهارراه میرسن ایشان رو میبینم و همه یا براش بوق میزنن یا چراغ میزنن. اول راهنمایی میکنه بعد قوانین اجرا میکنه. خودت مورد تخلف میشید یه ترمزی بکنید ماشینی پشت سرت وایسته ایراد پیدا میکنه عزیزم. پس درست اون مرتکب تخلف شده، شما مثل همون آقا مرتکب تخلف شده. خواهشی که ازت دارم حوصله کن، در رانندگی گذشت نباشه، آدم خودش به مشکل برمیخوره. کمربندم دقیق ببند. میدونم، بله متوجه شدم. خسته نباشید، دقت کن. این موردی که اقبال کشیدن اینجا هستن مراجعه کننده هاش. سلام قربان حاجی. گاهن میگن آقا 100,000 تومان برای یه چراغ قرمز زیاده. من راننده مثلا هست واقعا ناهنجاره، از چراغ عبور میکنه، جان هم نوعش، جان آور، جان هم نوعش رو به خطر میندازه. من میگم نه، 100 تومن اتفاقا خیلی هم کمه، چون جان انسانی بالاتر از هزاران هزار 100 هزار تومن برای من و خانواده‌اش واقعا ارزشمنده. من یه خاطری از ایشان دارم که یکی یه پیشنهادی بهش کرد، اگر غریبه نبود پروندهش میکرد براش. این هم در جریان قضیه است. فقط به خاطر غریبه بودنش که وارد این شهر ما شده بود نمیخواست خاطری بدی داشته باشد. اکثر خانواده های نظامی، یعنی من بگم خانواده ها باشون هم فکر و همراهن و هم عقیدن، خودشونو با او مرد خانه با او شغل به اصطلاح وقف دادن، خودشونو همراه کردم. من الحمدلله خدا را شاکرم که خانوادم واقعا از هر حیث، من اینجا جا در ازشون تشکر کنم، با من همراه بودن و واقعا من اگر موفقیتی داشتم یا به اصطلاح تونستم کارمو به نحوی در حد لازمه به اصطلاح پیش ببرم، امیدی که خانومم و خانوادم به من میدن و با من همراهن. چون اگر ما خانواده با من همراه نباشه واقعا کارمون که مشکل صد چندان مشکل میشه. راست وایسا، بدن تو ثابت نگه دار، حالا محکم بذار پادو چی کن بدنت. برشی هیچ چیش نیست، او آب دیگه برشی جان برو ببرش یکم بازی کن تا یواش یواش اگه چی شد جمع کنیم بریم با هوا پیما. بریم چپ حالا پیما خوب. من روزیه که تو
تونسته باشم اون روزم و به اصطلاح برای خودم و خانوادم و مردمم مفید بوده باشم، از روز قبلم بهتر واقعا بوده باشم، نه ای که مثلا موفق تر باشم از هر لحاظ. این روز من برای خودم، من میگم من هر روز بهتر از روز قبل باشم واقعا.